به نام داناترین دانایان در رابطه با آموزش مقام نویس آیسای و این پژوهشی صحبت میکنیم. جویزاده هستم، امیدوارم که ایام به کامتان باشه. با شما همراه من هم در ارتباط باشید یا با پست الکترونیک من. اینجا در مورد سطوح مختلف نگاری صحبت کردیم. اومدیم ابتدا کنفرانس های داخلی گفتیم و بعد رفتیم کنفرانس های بین‌المللی. در این قسمت در این ویدیو میرسیم به مجلات داخلی و همون مجلات علمی و پژوهشی که منم با دنی باید در رابطه صحبت کنم که شما بیشتر با مجلات داخلی آشنا بشید. خب یکی از سطوح مختلف نگارش گفتم مجلات داخلی و همون مجلات علمی و پژوهشیه. این مجلات به زبان فارسی چاپ میشه به کشور عزیزمون ایران و خیلی هم مهم هستن، مخصوصا بچه هایی که میخوان مصاحبه دکترا برن یا کارمندان میخوان ارتقا بگیرن یا اساتیدی که میخوان ارتقا بگیرن و بعد توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجوز داده میشه. بعضا مقاله چاپ کردن توی مجلات شاید سخت باشه، فقط سخت از این لحاظ که خیلی طول میکشه. اگه شما مدت زمان کمی دارید معمولا توی این زمینه موفق نخواهید شد. این مجلات معمولا توسط نهادهای علمی و آکادمی در کشورمون چاپ میشن، مخصوصا از آن دانشگاه های تعداد اول و دانشگاه های معتبری. باید حتما مجله پژوهشی داشته باشید و این سطوح از نگارش هم نیز تجربه کنید. باید حتما این کار انجام بدید. که حالا توی بخش عملی من به شما میگم چطور به این مجلات دسترسی پیدا کنید و چطور رگ خواب مجلات رو به دست بیارید. چون هر مجله ای تخصص ویژه خودش رو داره، اینکه شما تشخیص بدید مقاله شما با تخصصی که داری به درد کدام تخصص می‌خوره، این باعث میشه که مقاله شما سریع‌تر به چاپ برسه. معمولا این مجلات دارای مدیر مسئول هستن. مجله دارای مدیر مسئول هستن، سردبیر و هیئت تحریریه. که میدونید در همه مجلات همه کار ادیتور یا سردبیره. سردبیر تشخیص میده چه مقاله در شماره جدید مجله چاپ بشه یا چاپ نشه. خب داورا هم جزء مجله میتونن یا از داخل مجله باشن یا از بیرون. داورانی هم که توی مجله هست میتونه از خود مجله باشن یا از بیرون مجله دعوت بشن. یه سری از مجلات هم عضو پایگاه استنادی جهان اسلام یا ISC هستن. پایگاه استنادی جهان اسلام، این مجلات معتبرتر و منظم چاپ میشن، به موقع چاپ میشن و معمولاً زیر نظر پایگاه استنادی جهان اسلام دارن فعالیت میکنن، تحت عنوان ISC یا Islamic Science Center. که اینم خوبه که الان توی قسمت عملی من توضیح میدم که این پایگاه چیه و چیش تو شما با اینو کار کنید. خب یادتون باشه که حتماً باید مقاله علمی پژوهشی داشته باشید اگه توی ایران میخواید فعالیت کنید و اگر قصد دارید که ادامه دکترا بدید یا کارمند نمونه کشوری بشید یا دانشجوی نمونه کشوری. و بعد من در قسمت عملی تمام مجلات رو به شما معرفی میکنم که هر کدوم از شما در رشته که تحصیل میکنید مجلات این پژوهشی رشته شما چیه. بیشتر در این وقت صحبت نمیکنم چون کار عملی من خیلی به این موضوع میپردازم. در ویدیو بعدی شما رو با مجلات بین‌المللی آشنا میکنم. امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه و ویدیو قبلی هم نگاه کرده باشید. شما رو به خداوند منان میسپارم.